right. جایزه سینمای رزی یا تمشک طلایی. فصل جشنواره‌های سینمایی به ویژه در آمریکا نزدیک می‌شود و برنده‌ها از میان همین چهره‌های برگزیده می‌شوند که میلیون‌ها نفر را به سالن سینما کشاندند. اما این جایزه خاص تنها نصیب بدترین‌های هنر هفتم می‌شود و فیلم گرگومیش و بازیگران آن در صف مقدمند. جان ویلسون، بنیانگذار جایزه رزی، برای بدترین فیلم ها میگوید فیلمی که امسال بیشتر از سایر فیلم ها به عنوان نامزد دریافت جایزه برگزیده شده اتفاقا یک از فیلم های پرفروش گیش است. با اکران آخرین فیلم گرگومیش، این آخرین شانس ما برای دادن جایزه به این فیلم است. این فیلم در تمام رشته ها نامزد شد، موقعیت تقریبا معادل اسکار برای فیلم ارباب حلقه ها. اما در رشته بدترین بازیگر سال، تیلور پری با بازی در 3 فیلم بیشترین نامزدی را دریافت کرده. 4 فیلم به عنوان بدترین فیلم نامزد شدند: فیلم اکشن بتلشیپ با شرکت خواننده آمریکایی ریانا، فیلم کودکان اوگلیلودز در ماجرای توپ بزرگ، فیلم کمدی این پسر من است از آدام سندلرز و فیلم خانوادگی ادی مورفی به نام هزاران کلمه. اما در رشته بدترین بازیگر سن، در کنار کریستین استوارد و تیلور پری، کاترین هیگل و میلا جوویچ و باربارا استرایسن هم شانه به شانه رقابت میکنند. جان ویلسون میگوید رزی تقریبا نقطه متقابل جایزه های هنری است. در واقع این میزان سنجش و ارزیابی ماست. هدف شوخی و خنده است. احتمال دارد که نامزدان نظر متفاوتی داشته باشند، اما امسال به هر حال چهره های معروفی نامزد دریافت رزی شدند. برندگان این جایزه که در واقع بازنده هستند، طی مراسمی شب قبل از برگزاری مراسم اسکار یعنی 23 فوریه در لس آنجلس اعلام می شود. Thank you.